بسم الله الرحمن الرحیم همه ما امروز واقفیم که رسانه اهمیت بسیار زیادی داره و هر روز تو زندگیمون داریم سر و کله میزنیم صحبت من اینه که ما هممون باید یه رسانه باشیم هممون یک دوربین ما همین گوشی موبایلمون و رسانه ما تلویزیون ما در واقع میشه همین کانال تلگرامی مون نمیدونم خدمت شما گروهی که توش هستیم حرف میزنیم پیج اینستاگراممون پیج فیسبوکمون توییترمون و همه اینها منتها اینو برای چه نیتی باید استفاده بشه متوجهی دیدید که دور تا دور ما رو اخبار بد و سیاه گرفته در حالی که ما جامعه ای بودیم که همیشه به خوش خبری معروف بودیم و دوست داشتیم همیشه برای ما خبر خوش بیارن چرا خودمون به این دامن نمیزیم چرا خودمون شروع نمی کنیم به نظرم باید از همین امروز ما دست به کار بشیم و یه طرحی که از قبل ما داشتیم بس همون طرح مهر مهدوی رو شروع کنیم آقا شروع کنید برید خوبی کردن خوبی که میکنید به مردم این ریا نیست عکس بگیرید خب درست چهره اون فردا نشون ندید ایبی نداره اما از کارتون حالا بعدش اون طرف بیاید آقا مثلا چم کف دست با هشت با خودکار بنویس هشتگ مهر مهدوی عکس بگی باقا امروز من رفتم به ایادت یه بیمار امروز رفتم 15 اسفند پیش رو رفتم یه درخت کاشتم نهال انتظار رفتم به یه جانبازی سر زدم یه جانباز تو خونش رفتم سر زدم دیگه حداقل کار امروز رفتم به ایادت پدر و مادرم امروز رفتم مزار شهدا رفتم بالا سر قبر شهدا هر کار امروز یه همسایه داشتیم باید بره دیالیز بشه من گفتم من میرسونم ات. هر چیزی که کار خوبه هر چیزی که محبت هر چیزی که تو دین ما توصیه شده همین کارا رو انجام بدید مونتا بیایم یه کارو خوب بکنیم اینو نظر امام زمان کنیم یعنی رو تقدیم امام زمان کنیم به نیابت از امام زمان این کار انجام بدید این مهرورزی رو به جای امام زمان بیایم انجام بدیم بیایم چیکار کنیم اینو با عنوان و تایتل مهر مهدوی رسانه‌ای کنیم بذارید خبر خوب پمپاژ بشه توی رسانه‌های ما ما بشنویم بتونیم در واقع فیدبک رو از جامعه بتونیم بگیریم یک وقت هم شما ممکنه یه صفحه اینستاگرام که یک دقیقه بیشتر طول نمیکشه درست کردنش اصلا بنده احساس میکنم واقعا امروز بر گردن ما این رو کردن یک دقیقه بیشتر طول نمیکشه صفحه اینستاگرامی درست بکنید یه عکس گذاشتید نه اینو مستمر ادامه بدید آ چه ایرادی داره ما با خانوادهمون هر هفته یک روز جمعه که روز تعطیله حالا همه روزای هفته ما اصرار نداریم تو یک روز باشه اما روز جمعه که روز تعطیله بولاشیم بریم به یه خانواده فقیر سر بزنیم الزاما خیلی از این کارا پول نمیخواد خب خیلی از این کارا پول نمیخواد حوصله میخواد یه شاخه گل خریدن هزار تومن پنج نفر با هم بشید نفر 1000 تومن میشه 5000 تومن بولاشید برید یه بیمارستان به بیمارا سر بزنید بید آقا ما به نیابت از امام زمان اومدیم این کار بکنید گل تقدیم کنید برگردید چهار هفته در ماه بخوایم این کارو بکنیم چه ماهی چهار هزار تومن یعنی میخوام بگم حتی پولم نمیخواد حالا یک نفر هست من شنیدم بچهای استاد دانشگاه مثلا در خراسان شمالی جمعه ها پولاشون جمع کردن میرن خونه یه فقیر رو سفید کاری میکنن یعنی اساتید دانشگاه به اینا یه مدل کاره هر کاری که خیره هر کاری که محبت داره اینو به نیابت از امام زمان انجام بدیم و اسم امام زمان رو بریم سر زبونها بگیم که آقا این ثوابش تقدیم به امام زمان و ما به نیابت از امام زمان چون ما سیره اهل این یاد گرفتیم داریم این کار رو انجام میدیم حتما دوستان توجه بکنن بیایم از یه هشتک ثابت استفاده هشتگ ممکنه مثلا شما بیاید مثلا هشتک های دیگه هم استفاده کنید اما این هشتک مهر مهدوی باشه که این وقتی یک نفر داره سرچ انجام میده ببینه متوجه حجم عظیم این کار بشه به دقت بکن خودتون شما یک نفر رو نبینید شما اگه این تک تک این آدما جمع بشن یه قطره قطره جمع گردد وان دریا شود این کار رو انجام بدید بعد از 3 4 5 ماه اثرش رو ببینید ببینید چطور این محبت و این مهر و محبت پمپاژ میشه تو جامعه و شما اثر و فیدبک و بازگشتش رو می‌بینید ببینید ما تو مؤسسه یه پیج برای این درست کردیم یه کانال تلگرامی بر این درست کردیم عکساتون رو بفرستید انتقال میدیم حتما این کارو می‌کنیم این حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم اما قرار هر کدام شما از بزرگواران یکی از همین رسانه‌ها باشید. خود شما با همون هشتگ توی پیج خودتون بذارید تو کانال خودتون بذارید ببین این مهمه یعنی باید خود شما رسانه بشید قرار نیستش که همه بفرستید مثلا ما دو سی ما اینجا باشیم برای شما شما رو پخش کردن این اصلا اهمیتی نداره اصلا هنر نیستش قرار تعداد اینها بره بالا تعداد این رسانه ها بره بالا و شما خودتون رسانه دار باشید و مدیریت کنید رسانه خودتون ببینید دوستان توی جامعه ایمانی تبرج کار بدیه چرا چون مردم خودشون رو مقایسه میکنه با پولدارتره و همش قصه میخورن توقعاتشون میره بالا اما توی جامعه ایمانی وقتی توصیه میشه شما مستمندان سر بزنید یعنی شما اوضاعتون از اونها بهتره وقتی به اونها سر میزنید این خانوادهتون رو درست میکنه فکرشون رو درست میکنه و اون چیزی که قناعت رو تو زندگیتون میاره دیگه خانواده شما خود شما خودتون رو با کسایی مقایسه نمیکنید که اگه 100 سال هیچ خرج هم نداشته باشید همه درآمدتون رو ذخیره بکنید حتی ماشین اون آدمما رو هم نمیتونید بخرید اینجا خودش رو مقایسه میکنید با آدم هایی که میبینید از سطح زندگیشون از شما پایین حتی میخوام میگم اثر روانی بر زندگی زن و بچه خانواده و خود شما هم میگذاره به اثر مثبته. ما این کار رو کردیم دیدیم یعنی افرادی که میرن به خانواده فقرا اینو بخت میرن سر میزن کسی که میره بیمارستان ایادت قدر سلامتیشو میدونه و این متوجهه که بزرگترین داشتش سلامتیه میبینید چه عرض میکنم یعنی یک اثرات روحی بسیار خوبی حتی بر خود ما هم داره